چندی پیش نوار دیدار آیت الله منتظری و هیئت مرگ منتشر شد. اولین باری هستش که به شکل رسمی متهمین دارن در رابطه با این کشتار صحبت میکنن. امروز با خانم سحر محمدی هستیم تا نگاهی داشته باشیم به اهمیت این موضوع در حال و اینکه آیا تأثیری در شرایط کنونی خواهد داشت یا نه. سلام دارم به شما خانم محمدی و به برنامه ما خوش آمدید. متشکرم. من هم به نوبه خودم خدمت شما و بینندگان و شنوندگان عزیزتون سلام عرض میکنم. خانم محمدی، همونطور که مطلع هستین این نوارها بیرون اومد، ولی قبل از اینکه ما وارد این بحث بر حال این کشتار و قتل‌عامی که صورت گرفت و این چنین بی پرده در این جلسه راجع به اونها صحبت میشه، بد نیست یک معرفی کوتاهی از خودتون برای شنوندگانمون داشته باشید که بدونن ارتباط شما با این مسئله چه هستش. بله، من از بازماندگان جانباختگان دهه 60 هستم. یعنی توی دهه 60 5 نفر از عزیزان من به اشکال مختلف توسط جمهوری اسلامی کشته شدن. مادرم سوسن امیری به همراه دو تا از داییام اصغر و حسن امیری سال 62 دستگیر شدن و به فاصله های مختلف بین 9 ماه تا 1 سال اعدام شدن. و پدرم پیروت محمدی به همراه عموم رسول محمدی که برادر دوقلوی بابام بود سال 1360 توی قیام سربداران در آمول به دست پاسدارها کشته شدن. اینه که 5 نفر از عزیزترین و نزدیکترین افراد خانواده من جز جانباختگان دهه 60 هستن. بله، یادشان گرامی باد. خانم محمدی، از دید شما به عنوان یک بازمانده از اون شرایط، وقتی که این گفتگوها رو شنیدین چه احساس داشتین؟ من میدونم احتمالاً بعضن شنوندگان ما هم در جریان هستن که شما مخصوصاً در دادگاه ایران تریبونال فعالیت داشتین و شهادت دادین. خب تا این مقطع شما به عنوان یکی از دادخواهان بودید، ولی الان موضوع از زاویه دیگه ای مطرح شده. الان کسایی که در جایگاه متهمین هستن به این صراحت صحبت میکنند. رایج به این نظرتون چه هستش؟ ببینید، خاطرات آقای منتظری قبلا منتشر شده بود و ایشون توی خاطراتشون قبلا مجموعه این نامه هایی رو که رد و بدل کرده بودن و حتی مسئله دیدارشون با هیئت سه نفره مرگ رو مطرح کرده بودن، منتها این بار به طور مشخص صدا شنیده میشد و خب طبیعتا صدا یه تأثیر دیگه میذاره. ولی به نظر من اهمیت این نواری که بیرون اومد حتی مسئله صدا نیست، که حالا احساسات مختلفی توی آدم هایی که این صدا رو شنیدن ایجاد کرد، توی من هم همینطور، ولی مسئله اصلی اون نیست. مسئله اصلی همین موضوعی که شما اشاره کردید. برای اولین بار سران رژیم جمهوری اسلامی مجبور شدن که بیان به صراحت در این مورد نظر بدن و این مسائل خیلی مهمی رو باز کرد و مسائل خیلی مهمی رو برای همیشه پروندهش رو بست. خدمتتون عرض میکنم که هر کدوم به چه شکلی. ببینید، برای اولین بار اینا مجبور شدن بگن که در چه ابعادی چه کار کردن. یعنی چیزی که تا به حال سکوت مرگ بود در موردش توی دوران انتخابات 88 از جانب برخی مطرح شد که خب آقای موسوی با من نمیدونم و من اصلا خبر ندارم و نمیدونم در مورد چه موضوعی حرف میزنین، مسئله رو سر و سرش رو هم آورد و دیگه هم به هر حال خیلی پراکنده در موردش صحبت شد. یعنی به نوعی این پرونده باز شد دوباره و الان همه دارن در موردش حرف میزنن، چه سران رژیم و چه اپوزیسیون رژیم و چه توی مردم، به هر حال بحثی در افتاده. یه مسئله دیگه که پروندهش بسته شد که به نظر من این خیلی خیلی مهم بود، این بود که ببینید، اگر به خاطر داشته باشید از زمان آقای خاتمی بحثی به نام پروسه آشتی ملی در ایران راه افتاد که به هر حال کسانی اومدن و این بحث رو اینطوری مطرح کردن که فراموش نکنین ولی ببخشید، یعنی به بازماندگان جانباختگان دهه 60 و جان به در بردگان اون دهه به یه نوعی با سنبل کردن مسئله که خب ببخشید و حالا بعضی حتی میگفتن فراموش کنید و ببخشید. و این موضعی که سران رژیم در مورد این جنایات گرفتن به نظر من برای همیشه پرونده این رو بست. ببینید، من و امثال من سالیان سال داریم میگیم که نه فراموش میکنیم و نه میبخشیم، ولی من شخصا یک بحث دیگه هم همیشه در کنارش داشتم که کسی تقاضای بخشش نکرده. اصلا مطرح کردن بحث بخشش
به خودی خود غلطه. وقتی که کسی تقاضای بخشش نکرده، اینا هنوز دارن حکومت میکنن و هنوز دارن جنایت میکنن و کسی نیومده بگه ببخشید که بعد من بتونم در موردش تصمیم بگیرم که آیا میبخشم یا نمیبخشم. و الان به طور مشخص و با صراحت تمام و وقاحت تمام دفاع کردن تک تکشون از این جنایات و این پرونده ببخشید یا حالا هر چیز دیگه ای که عده‌ای میخواستن در اصل با گرد به چشم مردم پاشیدن و سنبل کردن یک جنایت بزرگ دولتی، اینو برای همیشه پروندهش رو بستن. و به نظر من اهمیت این موضوع این بود که نشون داد که ببینید، یکم این که سران جمهوری اسلامی از به اصطلاح اصلاح طلب، محافظه‌کار یا هر اسم دیگه برای خودشون انتخاب میکنن، اینا در جنایات دهه 60 همه با هم متحد هستن در مورد اون جنایات و بسیاری از این به اصطلاح اصلاح طلبان امروز از جانیان دهه 60 هستن. یعنی کسانی که یک کسی مثلا ببینید، یک کسی مثل آقای ری شهری که سال 88 به عنوان رئیس هیئت مصلحه آقای موسوی میخواستن انتخابش کنن، ایشون دهه 60 قاضی شرع بوده و معلوم نیست دستش به خون چند صد یا چند هزار نفر آغشته است و اینها سر این هیچ وقت اختلاف نداشتن. فقط این بار خیلی رک اومدن گفتن خوب کاری کردیم و امروز هم همین کار رو ادامه میدیم اگر پاش بیفته. و به نظر من اهمیت این مسئله نوارها خود مسئله نوارها نبود، چون محتوای اختلاف آقای منتظری رو با آقای خمینی توی اون دوره میدونستن کسانی که دنبال کرده بودن. مسئله اون چیزی بود که پشت سر خودش آورد، مسئله تأثیری بود که گذاشت که خدمتتون عرض کردم. الان به خلاصه به نکته بسیار جالبی اشاره داشتین، کمتر من شنیده بودم این مسئله رو، که واقعا درست هم هست که در واقع اکثریت از مجلس ها از سران این رو تایید کردند و این دقیقا اون مسئله رو پروندهش رو میبسته. به دقیقا جالبه برگردیم روی این مسئله که چرا، یعنی به هر حال ما الان نزدیک به 30 سال هستش که از این جریان گذشته. همطور که خود شما هم در صحبتاتون اشاره کردین، یک سکوت مرگباری در این قضیه بود، انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده. و بعد هم خیلی ها، حالا چه به شکل دلغکبار مثل ابراهیم نووی یا کسای دیگه، اومدن و خواستن که اون مسئله بخشش باشه و پرونده جدیدی باز بشه و غیره. ولی یک باره بعد از این مدت طولانی نوارها به این شکل در آمد بیرون، عده‌ای صحبت از اختلافات درونی میکنن، اختلافات درونی از ظهور جمهوری اسلامی از اون ابتدا هم وجود داشته. به نظر شما چه ویژگی رو الان ما داریم که نوارها باید به این شکل بیان بیرون که این تأثیر مرگبار رو در خود رژیم داشته باشه؟ من برای اینکه بفهمم که سوال شما رو درست متوجه شدم، منظورتون اختلافات درونی درونی امروزشون هستش؟ بله، خب صحبت هستش که این اختلافات جناهاست که این نوارها میاد بیرون. خب اختلافات بوده، چه آیا ویژگی خاص دیگه ای هستش که امروز ما شاهد همچی هستیم؟ ببینید، یک بخشی، اگر خب ما از اختلافات درون رژیم که صحبت میکنیم، یک بخشیش اون چیزیه که آدم از بیرون میبینه، یه بخشش اون چیزیه که ما خبر نداریم و واقعا فقط بر مبنای حدس و گمانه. این که این جناهای مختلف این رژیم خودشون توی خودشون جنگ قدرت دارن، این چیز جدیدی نیست. یعنی این از بد به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی بوده و اون موقع متفاوت بود جناح بندی ها، الان متفاوت، اسمشون در اصل فقط متفاوته. در مورد سرکوب مردم هرگز جناح بندی نبوده، اینا همیشه با هم سر این توافق نظر داشتن. یک مجموعه چیزهایی هستش که اینا هرگز در موردش اختلاف نظر نداشتن، مثلا همین مسئله ولایت فقیه. ببینید که خود آقای منتظری از تئوریسین های یا حتی تئوریسین تئوری ولایت امر ولایت فقیه هستن و خب اختلاف نظری در این مورد با آقای خمینی نداشتن و مسئله ابعاد بود. جناح بندی همیشه بوده، از اول انقلاب بوده. اون چیزی که الان من چند جا خوندم، مطمئن نیستم، به هر حال میگم در حد حدس و گمانه، من خوندم که آقای رئیسی به عنوان جانشین آقای خامنه ای مطرح هستند و به احتمال زیاد عده‌ای ادعا میکنن که این بیرون دادن این نوارها، انتشار این نوارها توی این برهه زمانی دلیلش اینه. آیا واقعا این هست یا این نه نیست من نمیدونم. ولی به یک نکته دیگه من اگه اجازه بدین میخوام اشاره کنم. بله حتما. دعواهای درون رژیم به ما مربوط نیست.
به خاطر اینکه مهم نیست که اونها سر قدرت چه دعوایی با هم میکنن، ما در نهایت قربانیان این جنگ قدرت اینها هستیم. یعنی اینا سر این هرگز با هم دعوا نکردن که آیا حقوق دموکراتیک مردم رو رعایت کنن، آیا حق زنان رو رعایت کنن، آیا حق دگراندیشان رو رعایت کنن، حقوق اقلیت‌های ملی و مذهبی رو رعایت کنن. سر اینها که با هم اختلاف نظر ندارن. بنابراین برای من نوعی واقعیتش رو بخواید اصلا مهم نیست که مثلا آقای لاریجانی با نمیدونم فلان فرمانده ارتش هفته پیش چه دعوای لفظی با هم جلو میبره، به خاطر اینکه دعواهای درون حکومت زمانی تعیین کننده است برای مردم که در مورد حقوق مردم باشه، که آیا یک کدوم از این جناها در مورد این داره دعوا میکنه که حق بیشتری به مردم بده یا نه. تا به حال، تا جایی که من اطلاع دارم، از بعد به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی تا زمان آقای خاتمی که برای اولین بار این مسئله جناح بندی ها خیلی علنی شد و مردم در جریانش قرار گرفتن، من تغییری به حال مردم ندیدم. بدتر شده، بهتر نشده. یعنی مردم سالیان سال، مخصوصا به طور مشخص از دوران آقای خاتمی، درگیر یک بازی انتخاباتی هستند، درگیر بازی های جناحی هستند و به این نوع سرگرم شدند. اینه که من به شخصه دعواهای درون رژیم رو در حد اخبار دنبال میکنم و امیدی بهش ندارم که این دعواها سرنوشت من، امثال من، شما و مردم ایران رو بتونه عوض کنه یا اینکه به طور مثبت تحت تاثیر قرار بده. به همین دلیل واقعیتش اینه که هرچه که من در مورد این دعواها الان بگم حدس و گمانه. تصور من هم مسئله جانشینی آقای خامنه ایه و چیز بیشتر متاسفانه نمیدونم. خواهش من به در صحبتاتون اشاره ای داشتید به آیت الله منتظری که در واقع ایشون از رکنای اصلی ولایت فقیه، تئوری ولایت فقیه بود، به عنوان قائم مقام بود. صحبت الان بر سر این هستش که یک برخورد ایشون در واقع نشان دهنده اون جنبه انسانی هستش که ایشون دارن و خیلی ها صحبت میکنن که اگر این اعتراضات رو نمیکردن میدونست که خمینی در حال مرگه، میتونست قدرت رو به دست بگیره و شاید میتونست تغییرات بیشتری رو ایجاد کنه. آیا شما هم این اعتقاد رو دارین؟ نه. به یک دلیل ساده. ببینید، به نظر من آقای منتظری رو اونطور که ایشون بودن باید بهش پرداخت و برخورد کرد. آقای منتظری از یک لحاظ آدم خیلی شریف و شجاعی بودن. ایشون توی دوره‌ای اعتراض کردن به ابعاد این جنایات، من تأکید میکنم نه به اعدام ها، ایشون به ابعاد و شکل اعدام ها اعتراض کردن، به نفس اعدام زندانیان سیاسی ایشون اعتراض نکردن. این خیلی مهمه که آدم فرق بذاره بینش. ایشون تو شرایطی اعتراض کردن که خب اون موقع هیچ کدوم از سران رژیم چنین کاری نکردن و ایشون از یک پست و مقام گذشتن حتی به این دلیل، و این خیلی ارزشمنده. یعنی من از این لحاظ برای ایشون خیلی خیلی احترام قائلم که چنین شجاعت و چنین وجدان بیداری از خودشون توی اون دوره نشون دادن. به این مسئله دیگه که شاید خیلی ها اشاره نمی کنم، من اگه اجازه بدین اینجا میخوام اشاره کنم، چون اون موقع به عنوان کسی که مدام متاسفانه بخش بزرگی از زندگیم جلوی درهای زندان اوین میگذشت، از چیزهای خانواده های زندانیان سیاسی خبر دارن که شاید خیلی از مردم خبر نداشته باشن و من وظیفه خودم میدونم این رو در مورد آقای منتظری بگم، جزء به هر حال کارهای مثبت ایشون. ببینید، خیلی از خانواده های زندانیان سیاسی اون موقع برای تبدیل حکم اعدام به حبس میرفتن پیش آقای منتظری و من از بعضی‌ها شنیدم که واقعا ایشون این کار رو کردند. یعنی تا قبل از 67، من البته نمیدونم که اون کسانی که آقای منتظری حکم اعدامشون رو موفق شدن به حبس ابد یا به حبسای طولانی مدت تبدیل کنن، شاید سال 67 جون سالم بردن از اون کشت در بردن از اون کشتار یا نه، این رو نمیدونم، ولی شنیده بودم از بعضی از خانواده‌ها که آقای منتظری تو این مسئله کمک کردن و خیلی اصلا به هم پیشنهاد میکردن که بریم پیش آیت الله منتظری و ایشون کمک میکنن. خب اینها کارهای ارزشمندی که ایشون کردن، اما آقای منتظری رو در جایی ببینیم که ایشون حضور داشتن، ایشون در جایی که واقعا جایگاهشون بود. ببینید، ایشون سال 67 برای اولین بار به ابعاد، دوباره تاکید میکنم، اعدام ها اعتراض کردن، ولی کشتارها از سال 67 شروع نشده. ما یک چیزی حدود 25 تا 26 هزار اسم زندانی سیاسی اعدام شده داریم توی دهه 60. یعنی چی؟ یعنی از سال 57 تا سال 67، دهه 60 که میگیم، خب 57 تا 60 معمولا در نظر گرفته نمیشه، ولی مسئله 10 سال اول انقلابه.
اینا تازه اسامی که موفق شدیم جمع آوری کنیم و تازه اسامی کسانی که توی خیابون بدون هیچ محاکمه یا توی خونهشون حتی جلوی چشم خانوادهشون تیرباران شدن و بسیاری از اعدام های کردستان که واقعا فعلی بود، اینا تازه جزش نیست. ولی ما حالا همون بگیم 25,000 تا 26,000. سال 67 چیزی حدود 5,000 زندانی سیاسی اعدام شدن، یعنی یک چیزی حدود 20 تا 21,000 زندانی سیاسی قبل از سال 67 که آقای منتظری اعتراض کنن به این مسئله اعدام شدن. ایشون اون موقع اعتراض نکردند. یعنی ببینید، آقای منتظری رو نه کمتر از اون چیزی بکنیم که ایشون بودند و نه بیشتر بکنیم. بحثای خیلی زیادی این اواخر میشه که بخشن تعجب برانگیزه. بعضی ها اینطوری در مورد آقای منتظری صحبت میکنن که ایشون انگار صدای بیدار وجدان جامعه بود. صدای بیدار وجدان جامعه اون زندانیان سیاسی بودن که اعدام شدن به خاطر آرمانهای انسانی شد و نه آقای منتظری. آقای منتظری اون موقع کار خیلی شجاعانه انجام دادن، ولی ایشون اپوزیسیون جمهوری اسلامی نبودن، ایشون آدم آزادی خواهی نبودن، ایشون آدم انقلابی نبودن، ایشون هیچ گونه واقعا رویای زیبایی برای مردم اون سرزمین نداشتند که بگیم به خاطرش الان مثلا از آرمان‌های آقای منتظری که یه دفعه به ناگهان به عنوان وجدان بیدار جامعه این بر اون بر معرفی میشن بخوایم صحبت کنیم. من همچنان تأکید میکنم که وجدان بیدار جامعه ما توی 10 سال اول انقلاب اون انسان‌های آزادیخواه و آرمانخواهی بودند که تحت بدترین شرایط یا توی زندان‌های جمهوری اسلامی زیر شکنجه کشته شدن یا اعدام شدن و یا اینکه توی درگیری های مختلف تو خیابون و یا جاهای مختلف به دست جمهوری اسلامی به قتل رسیدن. اونها وجدان بیدار جامعه بودن و نه آقای منتظری. اینه که به نظر من نباید در مورد ایشون زیاده روی کرد، نقشی که داشتن، و نه اینکه باید نقش ایشون رو به خدمتی که کردن و اعتراض شجاعانه ای که کردن، و نه اینکه این نقش رو کم رنگ کنیم. حقیقت رو اونطور که هست بگیم، ایشون کار شرافتمندانه ای کردند، اما ایشون اپوزیسیون جمهوری اسلامی نبودن و آدم آزادی خواهی هم نبودن. بسیار جالب، بسیار جالب. خانم محمدی، به نظر شما این نوارها، حالا وقتی ما شما اشاره هم داشتید که تو خاطراتش بوده این بحث ها، نامه هایی که داده، خیلی ها نظرش این بود که این در واقع شاید تحریف باشه، ولی خب این نوارها عملا یک قضیه رو کلا عوض کرد شکلشو و تحریف نبوده، دستکاری نبوده، یک چیز واقعی بوده و بحث ها رو آورد روی میز. الان خیلی از در رهبرای و مسئولین دولتی اظهار نظر کردن، همطور خود شما هم اشاره داشتین، مجلس ها و غیره همه اومدن صحبت کردن و دفاع کردن از این قضیه. این چه معنایی برای نسل جدید داره؟ آیا به نظر شما این مثبت بود؟ آیا این تأثیری نداشت؟ ما همه میدونستیم چیز جدیدی نبود. دید شما نسبت به این در شرایط کنونی برای مردم امروز چه معنایی داره؟ ببینید، من به عنوان یکی از فعالین جنبش دادخواهی برای جانباختگان دهه 60 همیشه گفتم و باز هم میگم که یکی از مهمترین دلایل این دادخواهی که اهمیتش رو چند برابر میکنه اینه که جدا از این که مسئله عدالت برای جانباختگان دهه 60، مسئله جلوگیری از تکرار این جنایته. این برخوردی که سران جمهوری اسلامی در حال حاضر به پخش این نوارها کردن نشون داد که اینها همین امروز هم همین برخورد رو به مردم میکنن. ببینید، همون آدم ها دارن حکومت میکنن، همون آدم ها با همون تفکر حکومت میکنن و با همون شیوه تفکر حکومت میکنن و اتفاقا خیلی رک میگن که اگر لازم باشه امروز هم همین کار رو میکنیم. و نسل جدید، به نظر من یک چیز رو باید نسل جوان درس بگیره از این مسئله: گذشته هرگز نگذشته. گذشته زمانی فقط میتونه به تاریخ بپیونده و به هر حال توی کتاب‌ها جا بگیره و از ذهن جامعه بره بیرون که بهش یک برخورد علمی بشه، که بررسی بشه. گذشته بسیار پدیده مهمیه موقعی که هنوز در جریانه، یعنی در اصل گذشته نشده. ببینید، مادامی که آقای پور محمدی وزیر دادگستریه، مادامی که آقای رفسنجانی که تازه توی انتخابات اخیر خیلی بهش امید بسته بودن میاد و از این کشتارها دفاع میکنه و پشت به اصطلاح بیت امام وای میسه و از اونها دفاع میکنه و میگه که اینا خواستن آبرونو ببرن، مادامی که اینها دارن حکومت میکنن،
نشون میده که دهه 60 هر لحظه میتونه تکرار بشه. ما توی ابعاد دیگه سال 88 دیدیم که به هر صدای اعتراض سران جمهوری اسلامی چطور برخورد میکنن، و این تموم نشده. ببینید، آدم هایی که توی دهه 60 جنایت کرده بودن، سال 88 اومدن خودشون رو به عنوان اپوزیسیون جمهوری اسلامی جا زدن و حتی پرچم به اصطلاح آزادی خواهی و دموکراسی خواهی اینا دستشون گرفتن، و خیلی از جوان ها رو متاسفانه موفق شدن فریب بدن، به خاطر اینکه جامعه ما تاریخ دهه 60 رو و تاریخ این کشتارها رو بررسی نکرده و به توی ذهن خودش نهادینه نکرده. یک چیز پراکنده است، جمع آوری به اون شکلی که باید بشه نشده و دادخواهی نشده که مستند بشه حداقل و قابل دسترسی باشه برای عموم مردم و برای نسل جوان. نتیجهش این میشه که جوانهای ما به دنبال یک عده جانی راه میافتن برای برآورده کردن آرزوهای برحق خودشون، و این نشون میده که خیلی مهمه که ما جنایات دهه 60 رو، و من روی این کلمه میخوام تاکید کنم، جنایات دهه 60 و نه حوادث، چون اواخر خیلی نه فقط سران جمهوری اسلامی، حتی بعضی از کسانی که در خارج کشور هم شاید خودشون اپوزیسیون میدونن یا هر اسم دیگه ای دارن، از حوادث حرف میزنن. حادثه نبود، کسی تصادف نکرده بود و سکته قلبی هم کسی نکرده بود، جنایت بود. جنایات دهه 60 رو باید مستند کنیم، باید دادخواهی بشه، باید آمرین و عاملینش مشخص بشن و در یک دادگاه عادل مردمی محاکمه بشن، مجبورشن مسئولیت بپذیرن، ابعاد این جنایت مشخص بشه، عذرخواهی کنن از مردم، و نه اینکه در حین اینکه دارن بقیه رو میکشن، آدمهای دیگر رو میکشن، بگن حالا شما ولش کنین اونو، اصلا بی خیالش بشین، به شکلی که واقعا جوری که بشر تجربهش رو داره یک دادگاه مردمی برگزار بشه، و فقط اونطوری که میتونیم جلوی تکرار این جنایت رو بگیریم و نسل بعدی ما باز هم قربانی یک جنایت سیستماتیک دولتی نخواهد بود، و در ضمن نسل جوان ما هم شاید آگاهانه تر و با چشمان بازتر رهبران خودش رو انتخاب کنه و جانیان رو به عنوان امید در تاریکی بهش دل نبنده. بله، بسیار نکات جالبی رو اشاره کردین. برای اینکه این بحث رو ببندیم، بد نیست نگاهی کنیم ببینیم که چه تاثیر عملی یا چه کار عملی میشه کرد برای اینکه به هر حال اینها رو مسئول دانست و به هر حال در رابطه با اون کاری که انجام دادن مسئول باشند. اشاره در ابتدا من داشتم که شما در دادگاه ایران تریبونال شهادت دادین، یعنی در واقع من بحثم اینه که خب یک دادگاه تشکیل شد، حالا اون دادگاه رو خیلی ها میگفتن که به هر حال یک چیز فرمالیته، از جنبه حقوقی نداره و عملی نداره، ولی خب به هر حال ابعاد جنایت رو باز کرد از طریق قربانیان. الان ما متهمین رو سندیت داریم و خب خیلی فشارها هم الان هستش، خیلی ها در درون خود رژیم هم خواستار استعفای مثلا پور محمدی ها شدن که از بیان کنار. به نظر شما الان اپوزیسیون یا کسایی که قربانیان در واقع این جنایات چه کار میتونن بکنن که این رو به عنوان یک در واقع یک برگ برندهی به دست بگیرن و فشار رو بر جمهوری اسلامی و عاملین این و آمرین این قتل‌عام ها به کار ببرن؟ ببینید، شما به این نکته اشاره کردید که من اگه اجازه بدین با اون میخوام شروع کنم. مسئله برکناری آقای پور محمدی خیلی اتفاقا این روزها مطرح میشه. سوال من اینه که واقعا چه چیزی عوض میشه اگر آقای پور محمدی برکنار بشه از وزارت دادگستری؟ مگه توی سران جمهوری اسلامی که امروز دارن حکومت میکنن کسی، حتی یک نفر حضور داره که دستش به خون مردم آغشته نباشه؟ آقای روحانی خودشون چه جایگاهی داشتن توی دهه 60؟ آقای رفسنجانی چطور؟ آقای خامنه ای چطور؟ حتی اون کسانی که به اصطلاح رهبران آرزوهای مردم شده بودن و الان در حبس به سر میبرن، در حبس خانگی به سر میبرن، اونها چه نقشی داشتن توی دهه 60؟ شما به هر کدوم از سران جمهوری اسلامی نگاه کنید، میبینید که اینها توی دهه های مختلف در کشتار مردم سهیم بودن و نقش داشتن، حالا یکی بیشتر یکی کمتر. یک نفر مثل پور محمدیه که خب جزء هیئت سه نفری مرگ بوده، یک نفر مثل رفسنجانیه که به هر حال نقش دیگه ای داشته خودش شخصا، حالا یکی مثل لاجوردیه،
یکی دیگه به هر حال مثل آقای ری شهری که فقط حکمش رو صادر میکرده. اینه که اینها همگی دستشون به خون آغشته است و من شخصا اصلا به این برام مهم نیست راستش که آقای پور محمدی حالا برکنار میشه برکنار نمیشه. آقای پور محمدی به نظر من این مسئله وزارت دادگستریش به اون وزیر دادگستری شدنش فقط یک اهمیت خیلی ویژه داشت که تفکر آقای روحانی رو برای خیلی از کسانی که به ایشون رأی داده بودن باید مشخص میکرد. یعنی الان دیر دیر کسانی که به آقای روحانی رأی دادن باید تعریف عدالت رو وزارت دادگستری به هر حال دیوان عدالت کشور هم هست به نوع خودش باید تعریف آقای روحانی رو از عدالت دیر دیر الان عزیزانی که رأی دادن به آقای روحانی باید الان بدونن. مسئله وزارت دادگستری فقط اینه. اما در مورد مسئله دادخواهی و اینکه چه راههایی میشه انجام داد، ببینید در ایران تریبونال اسناد بسیار زیادی جمع آوری شده و شهادت بیش از 600 شاهد گردآوری شده و مستند وجود داره. جدا از اون 100 شاهد که شهادت دادن ولی تعداد شهادت ها خیلی بیشتر از 100 تا 100 تا به هر حال خود دو تا دادگاه شهادت دادن و اسناد خیلی زیادی جمع آوری شده که در دو تا کتاب در یک کتاب و یک گزارش بزرگ منتشر شده. ببینید دادگاه ایران تریبونال قدرت اجرایی نداشت اما به لحاظ حقوقی تمامی موازین حقوق بین الملل رو رعایت کرده. اینه که اسنادی که توی این دادگاه جمع آوری شده میتونه فردای روزی که دادگاهی که قدرت اجرایی داشته باشه برگزار بشه میتونه در اختیار این دادگاه قرار بگیره و ازش استفاده بشه به خاطر اینکه اینها توسط حقوقدانهای بین المللی جمع آوری شدن و چیزی نیستش که به عنوان مثلا شما فکر کنید که فقط یک فعالیت سیاسی بوده، یک فعالیت 100% حقوقی بوده مسئله دادگاه ایران تریبونال با موازین حقوق بین الملل. اینه که به نظر من اتفاقا همونطور که شما گفتین کلمه فرصت رو استفاده کردین که کلمه خیلی درستیه. الان که ذهن جامعه خیلی بیدارانه تر به این مسئله برخورد میکنه چون خیلی ها مجبور شدن در موردش حرف بزنن در مورد جنایات دهه 60، به نظر من موقعی اینه که آدم بتونه بحث دادخواهی رو دوباره توی جامعه بیاره و یک چیز رو هم با دقت به نظر من وظیفه ماست که توی ذهن مردم جدا کنیم از هم مسئله دادخواهی و نه خونخواهی. اینه که خیلی از کسانی که میگن که خب حالا میخواین چیکار کنین با اونا، من اصلا قصد ندارم با اونا کاری بکنم، فقط میخوام محاکمه بشن. یعنی ما دادخواه جان باختگان دهه 60 هستیم و خونخواه اونها نیستیم. مسئله انتقام جویی نیست، مسئله قصاص به سبک جمهوری اسلامی نیست. دادخواهان دهه 60 به این چیزها اعتقاد ندارن. جمهوری اسلامی که قصاص میکنه و اعدام میکنه. اینه که مسئله دادخواهی رو و مسئله اسنادی که جمع آوری شده رو به نظر من میشه دوباره بیرون آورد و حتی از طریق دادگاه های بین المللی که قدرت اجرایی دارن باید تلاش کرد که این اسناد رو ارائه داد و از طریق اونها جلو برد. ببینید این رو حتما میدونید که به لحاظ حقوقی تقریبا امکان پذیر نیست که کسانی رو که هنوز دارن حکومت میکنن به خاطر مسئولیت قضایی که دارن امکان پذیر نیست که اینا رو جلوی دادگاه کشید، اما استثناء وجود داشته. استثناء تا به حال وجود داشته توی حقوق بین الملل و از این استثناءات میشه استفاده کرد و این رو توی دادگاه لاهه و توی دادگاه های دیگه بین المللی یا حتی توی دادگاه های کشورهایی که آدم هایی که میتونن در اختیارشون قرار در اختیار این دادگاه ها قرار بدن و فعال جنبش دادخواهی هستن میشه ارائه داد و تلاش کرد که اسامی این آدم ها و اسامی کسانی که توی جنایات دهه 60 سهیم بودن به هر شکلی اسامی اینها رو ارائه داد و تلاش کرد که اینا تحت پیگرد قانونی قرار بگیرن. و من لازم میدونم تاکید کنم این حتی اگر به شکل سمبولیک باشه. ببینید حکم جلب کسی نمیتونه برای آقای پور محمدی صادر کنه. من شخصا مقیم آلمان هستم و میدونم حقوقدان هم هستم، میدونم اینو که ایشون حتی اگر فردا آلمان بیان کسی نمیتونه برای ایشون حکم جلب صادر کنه. ایشون مسئولیت قضایی دارن، مسئولیت دیپلماتیک قضایی دارن. منتها مسئله سمبولیکشه، مسئله سمبولیکشه، مسئله حتی لحظه ایه که پلیس فقط در جلوی ایشون قرار بگیره و بگه ما حکم جلب داریم برای شما ولی شما رو نمیتونیم جلب کنیم. این خودش به خودی خود خیلی ارزشمنده و نشون میده اتفاقا که دنیا داره اینها رو تعقیب میکنه و اینطوری نیست که این همه آدم کشتن، این همه قتل عام کردن و بعد انگار نه انگار توی دهه 60 این همه قتل عام شد توی جمهوری اسلامی، دنیا سکوت کرد در موردش. یعنی کشورهای غربی به سادگی روشون رو برگردوندن با تمام شعارهای دموکراسی خواهی و حقوق بشر و هر چی که اسمشو میذارن روشون رو برگردوندن.
امروز که این نوارها بیرون اومده، به نظر من میشه از این مسئله استفاده کرد و اتفاقا اینجا تحت فشار قرار داد. مسئله من امیدی به این دولت ها ندارم که اینها الان برای ما عدالت میگیرن. مسئله من بیدار کردن ذهن جامعه بین المللی در مورد جنایاتی که اون دوره اتفاق افتاده و فرستادن این پیام به جانیان دیروز و امروز که اینطوری نیست که این همه آدم کشتید و فراموش شده بود، کسی در موردش حرف نمیزنه، یکایکتون تحت تعقیب قرار خواهید گرفت. منتها هر کدوم به وقت خودش، ولی ما نه فراموش میکنیم و نه میبخشیم و نه اینکه دست میکشیم از کارزار دادخواهی برای جانباختگان دهیمش هست. بله، من فکر میکنم الان دید من در این که صحبت میکردیم به ذهنم رسید که الان شرایط مناسبی هستش که یک کارزاری تشکیل بشه در سراسر دنیا و هر کس در کشور خودش بتونن یک فعالیتی بکنن. اسناد بالاخص همونطور که اشاره کردین، حالا اون اسناد ایران تریبونال رو بیارن به اضافه عکس العمل های جاری رو و وادار کنن دولت ها رو که عکس العمل نشون بدن و در واقع یک کارزار بین المللی علیه این مسئله را بندازن که تاثیرات مثبتی خواهد داشت و به هر حال به نفع این دادخواهی خواهد بود. صحبت ما رو با خانم سحر محمدی در رابطه با قتل عام دهه 60 و انتشار نوارات منتظری شنیدین. خانم محمدی، سپاسگزار از شرکتتون در این برنامه. متشکرم از دعوتتون. روز خوبی داشته باشید. رادیو پیام تنها رادیو فارسی زبان در شرق کانادا است که از ساعت 2:30 بعد از ظهر به وقت هالیفاکس 10 شب تهران روزهای شنبه به مدت 2 ساعت روی طول موج FM 88.1 به روی آنتن می رود. برای اطلاعات بیشتر و همچنین برنامه های گذشته به وبسایت ما www.radiopayam.ca مراجعه کنید. Tune in to CKDU 88.1 FM every Saturday from 2:30 to 4:30 p.m. for Radio Payam with your host, Amir. On air since 2009, Radio Payam is the only Farsi show on the East Coast. For more information, visit radiopayam.ca. گر بر فلکم دست بودی چون یزدان، برداشتمی من این فلک را ز میان. از نو فلکی دیگر چنان ساختمی، کازاده به کام دل رسیدی آسان.